وسایل و موادی به ظاهر ساده که هر روز با آنها سر و کار داریم. از جلد قرص گرفته تا درپوش ماست و پنیر و کره و ظرف‌های یکبار مصرف و قوطی‌های شیر و آب میوه. وسایلی که برای تولیدشان فرآیندی سخت طی شده. اینجا و در یکی از دو کارخانه بزرگ آلومینیوم سازی کشور دما به حدود 780 درجه میرسه. شمش‌های آلومینیوم 500 کیلویی مواد اولیه تولید فوم‌هایی به ضخامت تنها 7 میکرون میشوند. بعد از این مرحله ریختگری به صورت این دوک‌هایی که شما مشاهده می‌کنید پیچیده میشن. بین 8 تا 10 مرحله ورق‌ها از بین دو تا قلتک کاری عبور داده میشن، ضخامتشون کم میشه، طولشون اضافه میشه. کار این خط تولید پاکت‌های چند لایه اسپتیک برای مواد با ماندگاری بالا از قبیل لبنیات، انواع شیرهای طعمدار و آب میوه‌ها. در این بخش ما به سفارش مشتری انواع اقسام چاپار رو روی آلومینیوم انجام میدیم. در کشور ما سالانه بیش از 75000 تن انواع محصولات آلومینیومی مصرف میشود. در این کارخانه هم که از سال 83 آغاز به کار کرده 350 نفر نیرو در 3 شیفت به تولید انواع محصولات آلومینیومی مشغولند. سال گذشته 500 تن صادرات به کشورهای عراق و افغانستان و تاجیکستان داشتیم و ما یه نمونه پلاک دادیم به آلمان، اون نمونهمون هم تایید شده. نزدیک به 1.5 میلیون دلار میتونیم ذخیره ارزی رو داشته باشیم. آنچه مشخص محصولات چنین کارخانه‌هایی محرک چرخ بسیاری از کارخانجات دیگر کشور است. در این کارخانه به عنوان یک حلقه واسط محصول میانه 600 واحد کوچک و بزرگ تولید می‌شود.